یک سال قبل رسیدگی به پرونده قتل پسری جوان به نام محمد روزبهانی اهل و ساکن اصفهان با مرگ او در بیمارستان به دلیل ضربات متعدد چاقو در دستور کار ماموران پلیس اصفهان قرار گرفت. بررسی های پلیسی حکایت از آن داشت که ظهر روز حادثه در حالی که محمد در مسیر بازگشت به خانه از دانشگاه بود با صاحب یک مغازه بدلیجاتی درگیری لفظی پیدا می کند و دوست صاحب مغازه که از سمت دیگر خیابان شاهد جر و بحث محمد آن فرد بود به هواخواهی دوستش به سمت محمد حمله کرده و او را با ضربات چاقو مجروح کرده بود. بررسی دوربین‌های مداربسته محل حادثه و تحقیق از شاهدان عینی ماجرا موجب شناسایی عامل جنایت و دستگیری او شد. پدر محمد روزبهانی می‌گوید پسرم متولد 77 بود. رشته رزمی کار می‌کرد و در مسابقات کاپ اخلاق گرفته بود. دانشجوی رشته حقوق بود و برای قضاوت درس می‌خواند. روز حادثه محمد در حال برگشت از دانشگاه بود که مقابل مغازه بدلیجاتی یک دفعه صاحب مغازه به او میگوید چرا چپ چپ نگاه میکنید. کلکل دو جوان بر سر همین موضوع پیش پا افتاده آغاز میشود. بعد از بحث اول محمد به خانه برگشت و بدل فروش محله من به او زنگ زد و گفت بیا آشتی کنیم. پسرم برای آشتی بار دیگر به مقابل مغازه رفت، اما آن مرد و دوستانش قصد نزاع دوباره داشتند و باز هم درگیری بین آنها شکل گرفت که این بار یکی از دوستان آن مرد بدلفروش به هواخواهی از او با چاقو به محمد حمله کرد و چاقو را در شکم محمد فرو کرد و عمق شکاف به حدی بود که ستون فقرات پسرم آسیب دید و همین باعث شد سرانجام فرزندم در بیمارستان جان خودش را از دست بدهد. پدر محمد در ادامه گفت قرار است متهم در دادگاه محاکمه شود. تقاضای من قصاص قاتل فرزندم خواهد بود. هرچند او در بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف نکرده است، اما دوربین‌های مداربسته و شهادت شهود حکایت از آن دارد که در لحظه وقوع حادثه همین متهم ضربه کاری بر بدن پسرم وارد کرده است. محمد حسین متولد 77 بود. یعنی در سن 31 سالگی تعرض رفت و اومد و بسیار خیلی مؤدب با وقار با معرفت بود. مثلا فرض کنم که ورزشکار بود، یه ورزش چه مسابقات کاپ اخلاق گرفته بود از نظر اخلاق و معرفت. چه ورزشی؟ ورزش رزمی میرفت. یه بارم قهرمان کشور شد و بعدش هم یه دانشکده قوه قضاییه هم درس میکنم. رشتش چی بود؟ شش خوب بود برای قضاوت داشت. حالا اومدم به خونه بود از دانشگاه، وقتی داشتم میومده یه مغازه‌دار بدلیجاتی بوده بیام میگه چرا نگاه میکنی به من؟ با پر من مشاجره میکنم، بحثشون که میشه رفیق از اون برای خیابون آرایشگری داشته میاد درگیر این مسئله میشه، بعدشم که پسر منو مورد ضرب و شتم قرار میدن مردم جداش میکنن، اینم میام. وقتی که برمیگردن دوباره زنگ میزنن که بلند شو بیا آشتی کنی. وقتی میان اونجا که آشتی کنن 7-8 نفر میزنن سر پسر من، چاقو میکنن شکم من و شریان خون داخل شکمیشو پاره میکنن، انگلیز شکمیشو. دستگیر شده؟ بله همون شب دستگیر شد. وقتی اینو موقعی که ما رسیدیم بالا سرشون یه محمد من یه بیمارستان تموم کرده به کسی نگفتیم تموم کرده. اون دوستایی که از بچه ها پرسیدیم با کی و این دوست و اینا گفتیم بیریم از این رضاحت بگیریم و بعد شکایت چه بکنیم. تمکارشون کردیم، اینا کشوندیمشون توی کلانتری، همونجا هم دستگیرشون کردیم، دوربینا رو جمع کردیم، شاهده رو بردیمشون کلانتری. بعدشون همه فهمیدن که محمد من دیگه تموم کرده. چاقو به قدری محکم بوده که از جلو که زده بود تو فقرات پسر من پاره کرده، یعنی از جلو شکم رفت آخر شکمش هم پاره کرده. و یه چاقو رامندار 20-15 سانتی فیلم مشخصی که چاقو زده. این فیلم هایی که میفرمایی فیلم های دوربین مدار بسته هست؟ بله همون شب ما همه فیلم های دوربین مدار بسته اینا رو جمع کردیم که فیلم هست، فیلم مستقیم نشون میده که چاقو دست چه با ضربه میزنه تو شکم محمد. میدونین تو اعترافاتش چی گفته؟
قبول نکرده. اینو رفتن دو تا برای این پروندهشون دو تا وکیل به قول خودشون که زندان به اینا گفته بود، گفته بهترین وکیل استمون من گرفتم. بچه‌م که همینطور که بچه‌م به قبرستون فرستادن، منم بچه‌ش رو می‌فرستم سیم قبرستون. کاری نداره. پس تقاضای قصاص داریم. بله. ممنون از شما دوستان عزیز که تا پایان این داستان تلخ با ما همراه بودید. خوشحال میشم اگر نظراتتون رو در زیر همین ویدیو با هم به اشتراک بذارید. تا روایت پرونده جنایی دیگر، خدا نگهدار.